اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. کوچه باغ شعر را دیوان سوداها بکن. فرمود مولانای من رو سوی دریاها بکن. در پنجه های اهرمن می گفت با ما این سخن ابلیس را فرمان بده. در کوه و دشت و در چمن محراب ما دوزخ سرا هر روی آن نقشی جدا. بیدار شو تا بشنوی آواز خانه کبریا. تا عرش علا آمدی با شور و قوغا آمدی بیدار کردی تا مرا از خواب ناز سرمدی. جشن است آوازی بخوان در صبح نیلوفر نشان. سوسن به جامت مایه کن یاسی بیفشان روی آن. نوروز می آمد بخوان از روزهای عاشقان. صبح هست پر کن ساقیا همراه شو با دیگران. علیرضا نوریزاده 11 May 2021. به شما سلام میکنم روز سه‌شنبه. از محمد خاتمی دوست عزیزمون بیخبر. جانوران حزب الله عراق اینطور که میگویند ظاهرا اولو تسلیم جمهوری جهل و جور و فساد کردن. ظاهرا جمهوری جهل و جور و فساد میخواد کفش رو در برابر بریتانیا سنگین کنه. محمد دارای گذرنامه انگلیسی و شهروند بریتانیاست. او متولد عراق است. گذرنامه عراقی هم دار و گذرنامه بریتانی و البته اصلیت ایرانی. فرزند مرحوم آیت الله مرد بزرگ خاتمی و برادر آیت الله آقا محسن خاتمی که یکی از مفسران ارزشمند قرآن است و با رژیم جهل و جور و فساد هم کاری نداره. این آخرین عکس محمد در لندن برداشته شد و من یک چیزی برای شما پخش میکنم تکان دهم. لحظه‌ای که محمد داره میاد و میگیرن او رو و در اتومبیل جلو میرن حزب الله عراق و پشت سرش اتومبیل‌های نظامیان. خیلی جالبه. البته دیروز من با بسیاری از مقامات عراقی صحبت کردم. بزرگ مرد عراق دکتر عیاد علاوی گفت با آن که در قدرت نیست ولی همه تلاش رو میکنه. همینطور به دوستانمون در کردستان که با محمد خیلی آشنا بودن. محمد اصلا سیاست رو سالها بود کنار گذاشته بود. این فیلم رو اول ببینید تا بعد براتون بگم. را جشن باید عجب شیر رجا. و ملاحظه کنید الان این اتومبیل دومی، این اتومبیل رو هم نگاه کنید تا کاملا روشن بشه. این اوباش حزب الله عراق هم اینم باز از آدم خارانشون بذاره. در این محمد رو درش آوردن پایین با نباده آیت الله شیرازی و یه نفر دیگه. اون دو تن رو آزاد کردن ولی محمد رو یک تیم آدم خور حزب الله عراق برد که تحویل جمهوری جهل جور و فساد. و همونطوری که براتون گفتم من براتون بگم محمد از یه خانواده مذهبی
و جوان بود 17-18 ساله تو بیروت، من دیده بودمش و با فتیا بود و همین دلیل عرفات که اومد ایران اون شبی که منم عرفات رو دیدم محمد هم اومد اونجا. محمد با ابو شریف عباس زمانی دوست بود و او که فرمانده سپاه شد محمد هم کنارش بود. اما به محض اینکه اینا آدم کشی ها رو شروع کردن، محمد اهل آدم کشی نبود، یه جوون رویایی با بنی صدر هم خیلی خوب خیلی، و وقتی بنی صدر رو معزول کردن محمد هم اومد بیرون و ابو شریف هم اومد. ابو شریف رفت پاکستان یه مدت سفیر بود، بعدم هم همونجا موند با فقر و بدبختی. محمد از ایران خارج شد، در لبنان حزب الله، حزب شیطان لبنان او دستگیر کرد و به ایران تحویلش داد. وقتی به ایران آمد مرحوم پدرش رفت پیش خمینی، چون با خمینی آشنا بود، دوست بود، گفت آقا یه موثر بچم کم بشه آتیش میزنم خودمو، عمامامون آتیش میزنم. خمینی گفت آزادش کنه ولی از ایران بره، چون اینجا ممکنه بکشن. محمد اومد بیرون، اومد در لندن یه مدت اینجا بود، بعد خوب کار نداشت، رفت دبی چون زبان عربی میدونست، افرادی را میشناخت در عراق، یه تجارت کوچیکی این بر اون ور، لقمه نانی برای زن و بچهش داره. خب من هم خانوادهش رو میشناختم هم خودش رو از دیر باز، بسیار آدمای شریفی بودن، بسیار آدمای شریفی بودن. موفق شد بعد از سرنگونی صدام به خاطر دوستان بسیار زیادی که داشت از سوریه، از ایران، عراقیه که بودن، حتی در زمانی بهش پیشنهاد کردن بیاد مشاور بشه برای نخست وزیر عراق، ولی محمد علاقه‌ای به این نوری المالکی و این دار دسته داشت، بسیار احترام میذاشت به بعضی شخصیت ها مثل دکتر عیاد علاوی، خیلی احترام میذاشت، در واقع سعی میکرد آسته بره آسته بیاد، واقعا این کارو میکرد، اصلا کاری به سیاست این برنامه نداشت. الان به من گفتن رژیم هم اینا رو میدونه، ولی بالاخره یه شهروند بریتانیایی، گذرنامه بریتانیایی، زن و بچهش در لندن زندگی میکنن، این گرفتنش که با نازنین زاغری بشه دوتا روی اسکیل دوتا داشته باشن که 400 میلیون رو بتونن بگیر، برای همین گرفت. حالا سریال هم براش لابا درست میکنه. بسیار نگرانی، خانواده متوسل شدن به بریتانیا، قرار تجمعی بزرگی در برابر سفارت بریتانیا در بغداد صورت بگیره، دولت عراق بسیار عصبانی، آقای مصطفی کاظمی گفتن من جلوی این عربده‌جویی و لاتبازی رو در کشورم خواهم گرفت و حزب الله باید مطیع و منقاد قوانین عراق باشه، اگه میخواد نوکری یک کشور دیگر رو بکنه بره اونجا، ما اینجا اجازه نمیدیم این برنامه رو اجرا کنه. یه روز آقای یکی رو اینجا بیان بدوزن رو ولای زم و روز دیگه یکی رو بکشن، شهروندهای عراقی رو به قتل برسونن تو بصره، ما اینو اجازه نخواهیم داد و جلوش میش. آمریکایی هم بسیار از این ماجرا عصبانی شدن و اعلام کردن به شدت جلوی رو خواهند گرفت و تمام اینا پوانای منفی برای جمهوری جور و فساد حتی در مذاکرات اتمی است. صحبت کردن این مذاکرات محدود به برنامه اتمی نیست، بلکه در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با موشک‌های بالستیک و در رابطه با دخالت رژیم آدمخوار در سوریه و در نقاط دیگر هم پیگیری خواهد شد. خیلی جالب دیدم که حماس دوباره هار شده. خیلی طبیعی است. اسرائیلی ها رفتن تو مسجد اقصا، توهین کردن به مسلمانان، توهین کردن به فلسطینی ها، اجازه نمیدن انتخابات فلسطین برگزار بشه. ابو مازن نه که نخواد برگزار کنه، میخواد، ولی وقتی شما به شهروندهای بیت المقدس شرقی اجازه نمیدی رأی بدن چه فایده داره؟ درست ما رژیم یه جاهایی میبینم مثلا مثل که تقلید میکنه. اصلا پریشب آقا مشتبه آقای قالیباف رو صدا میزن، آقای قالیباف میره اونجا و خب چطوری محمد باقرخان میگه بعد نشین در خدمتتون آماده میشیم برای انتخابات، میگه نخیر آقا فرمودن شما نیاین. میل مبارک بر سید ابراهیم رئیسی قرار داد، یعنی یک جانی و قاتل بلفطره، و
ظاهرن هم آقا جان میخوان بازی انتخابات قبلی رو برگزار کنه. من براتون اینجا دقیقا حتی با آمار همون روزش گفتم براتون، قالیباف از آقای روحانی آرایش خیلی بیشتر، حداقل 300-400 هزار رای بیشتر، به اقرار خودشون 230 رای بیشتر داره. تو دونیم بعد از اون دونیم دستور از کاخ رسید که آقا جمعش کنی روحانی برنده. اومدن گفتن روحانی 51 درصد به دست آورد، 44 درصد آخرین آمارش بود و آقای قالیباف 47 درصد. باری به هر حال اون بازی رو تموم کردن. بعد داستان دیو و فرشته شد. روحانی آمد با لباس ارغوانی، بنفش خوش رنگ، مثل این تصویره میشه توی اینترنت، میخوای دسکتاپ تو تصویر روش رو عوض کنی، یه وقتی این رنگایی بهت بیوتیفول. این آقای روحانی که خواستار اعدام همه دانشجو بود در 18 تیر، ایشون هم بزک کردن، دوزک کردن، آرشتر مخصوص رو بردن. شما نگاه کنید تصاویر رو، فیلماش رو ببینید در موقعی که نامزد نشده و در دوران نامزدی، رنگ ریش رو ملاحظه بکنید. خاتمی ریشش طبیعی بود، اینجوری بود، قسمت سفید بود، قشنگم بود. اینا گفتن امیس که این میگیره برای مردم. آقای شیخ حسن هم زیباش کنید، ریش آنکادره، عمامه آنکادره. یاد امین افشار میمد یا تیمسار حجت بالا سر ما میمد، تخته هایتون آنکادره نیست. نمیدونستیم یه روز رئیس جمهور آنکادره خواهیم داشت. سید علی آقا هم اول آنکادره بود، خیلی جالب، کفشای شیک، هاکوپیان، قبای عالی که اصغر آقا در قم میدوخت، قبای خیلی زیبا، اغلب ناینی. رهبرکش شد، چلوول شد. رهبرکش شد ظاهرا از مزایای رهبری حالا برخوردار میشه طرف، ولی یه سیئاتی هم داره، باید بیریخ بشی، باید قیافت برگرده در دنیا، لباسات باید جولیده باشه. که در واقع ماشاءالله همه این کارا رو به تمام و کمال کرد، قیافه قبلیشون، ریشش تمیز مرتب. الان بگذاریم، خب دیگه هر کسی چند روزه نوبت اوست. به هر روی نکته جالبی که براتون میخوام بگم، خیلی جالبه، به دوستانم میگم که آمادش بکنن که بعدن دوچار مشکل نشیم بگن نیست. یک ویدیو کلیپی هست از زندهات آقا مرتضی جزایری، این رو باید حتما ببینید. بسیار این جزایری ها مردان بزرگی بودن. مرحوم آقای صدرالدین بزرگ مردی بود و آقا مرتضی جزایری که با شوهر عمه من آقای مقدادی اصفهانی سر و سری داشتن، با هم خیلی به هم علاقه داشتن. دایی این محسن خان خاتمی ماست که چند وقتی نمیدونم شوخات این کل را خیلی دارم برش تنگ شده و حرفای بسیار جالبی زده. الان سوال کنم ببینم این کلیپ دستتون هست یا بعدن پخش میکنیم در قسمت، بعد در قسمت دوم پخشش میکنیم. حضورتون عرض کنم که حالا جمهوری ولایت فقیه خیلی علاقه داره به عنوان دکترا. حالا اگر این عنوان دکترا دانشگاه کلرادو باشه یا دانشگاه کالدونیان اسکاتلند، فبه ها آدم خوبه. تو اسکاتلند یه دکتر امینی پیدا میشه، برای آدم رساله می‌نویسه، یه آبجی خانم بعدش رو تکمیل بکنه، که حالا چجوری ایشون از آقای روحانی تعریف می‌کنه. بله با هم می‌شستیم گپ می‌زدیم به انگلیسی و آقای روحانی سلام علیکش هم به زورکی انجام می‌داد. اما حالا این یکی برای من خیلی جالب. تصور کنید آقا مجتبی رضاخواه نماینده مجلس دارای فوق دکترا از دانشگاه کلرادو. ملاحظه بفرمایید، آدم فقط گوش بده، بعد مقایسه کنه در رژیم گذشته اگر وزیری، اگر نماینده مجلسی، اگر مسئولی به زبان انگلیسی یا فرانسه صحبت میکرد، آدم حزم میکرد از مدل حرف زدن. از پادشاه مملکت که سه زبان بلد بود، ملکه کشور، ولیعت کشور،
شما الان نگاه کنید وقتی شاهزاده رضا پهلوی انگلیسی یا فرانسه حرف میزنه، ولی اون فارسی، اینا نه فارسی بلدن نه انگلیسی بلدن نه فرانسه. اینا فوق دکترای دانشگاه کلرادو شون، عین همسر آقای ابراهیم رئیسی که اونم شاهکار بود. نگاه کنید. The horrendous and terrible globe crisis arising out of the demonstrates the fragility of the current world order and its need for reforms. We can face these newly emerged challenges only through being together and with each other's help. However, with great regret, we are witnessing that instead of focusing on multilateralism and strengthening... Dear colleagues of Asia-Pacific Group, greetings from Tehran, Iran. I hope you are all doing well. As a country with extensive experiences in the field of counter-terrorism, and also as one of the founders of the High Advisory Group on Counter-Terrorism in the Inter-Parliament. رضا خان، مرسی، مرسی رضا خان. یه خود تنها که از این فیلم های انگلیسی رو ببین، با خود تمرین کن، به خانمت هم یاد بده، بلکه دوتایی با هم انگلیسی حرف می‌زنیم. ای داده، ای داده بیدارم، چه بگوید از دست این جماعت. یه ظریف دارن، اون ظریف هم دارن اینجوری آزار. دیروز آقای حسن آقای خمینی یک نهار خیلی با صفا بار گذاشتید. بالاخره دختر آقای بجنوردی که توی همچی خونهی بزرگ شده، مادر ارزشمندش، خود پدرش، حتما یه سفره پروپیمون درست. آقای ظریف دست در دست خاتمی میرن، خاتمی و آقای حسن آقا و آقای بزرگی میگن حاج آقا باید بیای، تو اگر نیای این رئیسی قاتل رو میارن میشن رو کرسی ریاست جمهوری، پدر ملت در میاره. آقا هم که رو به رحمت خدا، و بعدم میره آقای رئیسی میشه رهبر. حالا تو طاقتش رو داری تحمل کنی همچی چیزی رو؟ میگه آقا جان من حسی ندارم که بیام، ولی فضا رو شما نگاه کنید، زن بدبخت من داره میلرزه، بچه هم ناراحت، هم من تحمل نمیتونم بکنم، جد آباد منو گفتن، به انواع خیانت ها متهمم کردن، حالا شدم نوکر اجنبی و خائن به ولی فقیه، فکر میکنی من چیکار باید بکنم؟ به هر رو میگه واقعا من نمیتونم، ولی خاتمی اصرار داره و همینطور حسن خمینی که ما با تمام قدرت از تو حمایت میکنیم، بیا جلو. بازی انتخابات وارد یه مراحل دقیقی شده که خیلی هم به نظر من حساسه، باید مراقب این مسئله باشیم. خبرگزاری سپاه گفته قطعا آقای قالیباف نمیاد. آقای قالیباف که گفتم یقش گرفته، سه دقیقه بهش گفت نخیر بمون تو همون مجلس، حالا کارت داریم. این قالیباف که آقا بهش گفته نه، یا حالا باز چه اتفاقی بفته، سیبه هنوز داره اون بالا میچرخه. و بعد خیلی جالبه که این آقای سید ابراهیم رئیسی مدعیان که 15 میلیون رای آورد دوره قبل، حالا که روحانی هم جلوش نیست، آدم حسابی هم جلوش نمیذاریم، مردم مجبور بشن به این رای بدن. مردم چنان بی آبرو کنن این مردک آدم کش رو، مطمئن باشید اون آقای تختلو بیاد براش چهچهه بزن. خب گفتن که آقای رئیسی در جمع دانشان ادارت خود گفته من به چیزی غیر از قوه قضاییه فکر نمی کنم. البته قوه قضاییه خیلی توش پول داره، هم دزدی مستقیم داره، هم غیر مستقیم، هم زیر میزی. بعد هر کدوم از این آدم ها رو که شغلی بهشون میده یه 10 میلیارد 20 میلیاردی باهاش میاد. بعضی ها برای من میگفتن که چندی قبل آقای رئیسی رو دیده بودن، میگفتن باورت نمیشه اینا چه وضع دگرگونی پیدا کردن از وقتی رفت قوه قضاییه. خانومش دیگه زمردی نیست که دستش نکنه، به گونه ای که میگن به گوش خانم آقای خامنه‌ای خورده که آقا چه خبره، چپ و راست زمرد و الماس و خریدا دبی و دخترش و خانوادهش چه دارن میکنه. حواستون جمع، حواستون جمع. سکه قلبی که در تاپاش هم خونیه اینو به شما قالب نکن، حواستون خیلی جمع باشه، چون شما که میخواید انتخابات تحریم کنید و
این جدیدم حاج منوش متکی هم به عنوان سخنگوی شورای وحدت و اصولگرایان دوباره پیدا شد. خب بله، به نظر میرسد که مقام معظم رهبری با آقای رئیسی موافقت کرد، چون ایشون به هر حال رئیس قوه قضاییه منصوب آغاز، برای هم که بیاد بیرون بخواد منصوب ملت بشه نیاز داره که از آقا کسب اجازه کند، یا به قول علما استجازه کنه. بله، و همین خبرگزاری نسیم سپاه گفته محمد باقر جان جنرال بای بای، تو همون بهارستان بمان، پاستور رو فعلا رها کن، جوونی دو دوره دیگه هم باز هنوز میتونی بیای اگر سایه ولایت فقیه بر سر ما باشه. اگه کله پا شد ریاست مجلس، گوین که این رژیم رئیس بیگناه مجلس رو هم کشتن، ولی به هر حال ممکنه گردنت نره. اما اگه رئیس جمهور باشی در خدمت آقا، از تون لوله باید بیان بیرون یا در جای دیگه سر به دار بده، جز سر به دارا باشه. اسم از آقای بنی صدر قبلا آوردم به عنوان دوست محمد خاتمی که اون وقت جوان بود، بنی صدر هم خیلی دوست داشت، گفت عیب می جمله به گفتی هنرش نیست. روزی که اینا زنده یاد فرخرو پارسا رو به اعدام محکوم کردن، خیلی تلاش کرد، معلوم مهندس بازرگان بسیار تلاش، و همینطور آقای بنی صدر. من یه نامه دارم از آقای بنی صدر، این رو اول ملاحظه بکنید تا براتون بگم. بله، نامه ای که به هر حال خیلی اهمیت میتونه داشته باشه. دیشب مطلع شدم فرخرو پارسا محکوم به اعدام شده است. با توجه به پیام اول فروردین ماه امام، اینو به قدوسی نوشته، و با توجه به اینکه محکوم کسی رو نکشته است و در سالروز تولد فاطمه زهرا که روز زن اعلام شده است اعدام صورت نداد. پس از صحبت با بیت امام اینطور قرار می شود که محکوم را خلاصه نکشید، یه درجه تخفیف براش بده. اینو آقای بنی صدر نوشت برای قدوسی. قدوسی هم خودش ذاتن آدم کش نبود، زنگ زد به قم با احمد آقا صحبت که آقا چیکار بکشین شما، چون آقای بهشتی اصرار دارن این کشته بشه. حالا چرا کشته بشه؟ چون زنده یاد فرخرو پارسا به آقای بهشتی، به آقای باهنر، به آقای مفتح، به اینا حقوق میداد، اینا جز مشاورای وزارت برای کتابهای درسی بود. خانم پارسا رو، من اینو گفتم، خانواده خانم پارسا هم تایید کرد، حالا بعضی ها تشکیک میکردن، ولی خانواده خانم پارسا و دوست عزیزم منصوره پیرنیام در کتابی که نوشت این مسئله رو اشاره کرد. در جلوی قلعه شهر نو ایشون رو به اتفاق یه خانومی که زنان معروف اونجا بود به دار زد، طناب دار پاره شد، ایشون رو در یه کیسه‌گونی کرده بود، و بعد همه جای وحشی ترین آیین ها میگه اگر طناب پاره شد، اگر نمرد، محکوم آزاد میشه، اما اینا نکردن، کشتن. کینه ای از این بانوی بزرگ داشتن که باید اون جنایت رو نسبت به او انجام میدادن. بعضی از افرادی که محکوم میشدن من کاملا حس میکردم اینا کینه شدید دارن. زنده یاد محمد رضا عامری تهرانی بعد از اون آتش سوزی تهران ماها رو خواستن، سردبیرها و دبیرهای سیاسی، رفتیم دفترشون. ضمن صحبتهایی که میکرد گفت من نمیدونم چی کار کنم، این مردکی که عراقی ها برای ما پس فرستادنش اینجا اعتراف میکنه که سینما رکس رو به دستور آقای محتشمی و افرادی در درون خانه آقای خمینی در نجف این کار رو انجام ده. حالا من چی کار بکنم؟ اگر من بیام الان اینو اعلام بکنن، میگن عامری تهرانی از خودش ساختن، توطئه پادشاه، توطئه دربار، توطئه نخست وزیره. ولی این واقعیت ده. یکی از همکاران ما خدا رحمتش خیلی دلش میخواست وزیر اطلاعات بشه،
یا اطلاع رسانی. مقام ایرانی شما این اعدامت میکنن، دارت میزنن، شما یک کلمه راجع به این قضیه صحبت نکن، اصلا این کار درست نیست. اومدیم دم در بیان بیرون، عزیزم علی باستانی با آقای آمری تهرانی که با هم دوستم بودن، گفت آقای آمری تهرانی تو یک پانیرانیست، الان ایران عزیزت که عاشقش هستی در خطره، چرا نمیگی این پسرها رو بیارین خودش بشینه جزئیات رو تعریف کنه. مرحوم صالحیارم 5 دقیقه بعد اینو گفت نزدیک دفتر خود آقای آمری تهرانی. بنابراین من حتی خبر رو اومدم گذاشتم که آمری تهرانی به 28 ماه زندان محکوم شد، ولی بعد خلخالیشون رو اعدام کرد. یادم نمیره روز آخری محاکمهش یه نگاه کرد به من و بگه تو سندگی و آقا دیگه به فکر من نباشید، به فکر ایران باشید، اینا تصمیمشون گرفتن. این خودش این رو میدون. مرحوم مهندس روحانی، مردی که تهران رو صاحب آب کرد، آب لوله کشی و روی ماشینای وزارت آب و برق هم نوشته بود و من الماء کل شیء حی، مهندس بازرگان این رو گواهی داد. گفتم ولی این بهاییه و این برای بهایی ها درخواهی که اصلا مهندس روحانی خیلی بالاتر و بالاتر از این بود که تمسک به یه مذهب بجوید. پدرش بود یا بر خونه‌ای که همسرش توش نشسته بود و خودش، این خونه پدرزنش داده بود بهشون، خونه رو گرفتن و همسر او رو تو کوچه گذاشتن. مرحوم ولیان یکی دیگر که اینا در نهایت جنایت بودن، جنایتکار بودن، او رو به قتل رسوندن. چرا؟ چون دکون اینا رو یه مقدار تو مشهد تعطیل کرد، تخته کرد. ولیان مشهد رو بازساخت، صحن رو بازسازی کرد، اون تونلای زیرزمینی، اون پلها، اینا همه کار ولیان بود. و من وقتی ولیان رو دیدم در عین سختی و بیماری، گفتگوی باش کردم تو کیهان چاپ شده، کیهان لندن. نادر جهانبانی که احمد خمینی تو بازداشتگاه موقت در مدرسه علوی وقتی با هم رفتیم توی اتاق من گفتگو بکنم با شماری از زندانیا، به نادر جهانبانی گفت شما خارجی هست؟ گفتم من ایرانیم، اجدادم من ایرانیم و افتخار میکنم ایرانی. علارغم چندین روز ریش نزدن، خسته بودن، نخوابیدن، عین شیر بود، عین عقاب بود به معنای واقعی کلمه. مرحوم هویدا نه التماس کرد، نه گریه کرد، قرص و محکم. خلخالی بهش گفت چی میخوای بگی تو که 13 سال خیانت کردی؟ گفت نه، من فقط یک جمله بهتون میگم. آخرین روز بود، خلیل برامی خوب یادش، گفت این خودکار بیک رو وقتی من اومدم 5 ریال میخریدن، امروز هم 5 ریال. اینا نسبت به عده کینه های عجیب غریب داشتن، بعضی هم انتخاب شده بوده. یعنی حس میکردید افرادی در ساواک با اینا همکاری میکنن انگوش روی اینا گذاشتن، فردوس انگوش گذاشته روی اینا. اینو میتونیستی حس کنی، واقعا میتونیستی حس بکنی. بله، به هر حال بسیار متاسفم که بازگو کننده این لحظات بسیار تلخ برای شما. اجازه یه درنگ کوتاهی بکنیم، دوستانم همکارانم هم اون نوار رو پیدا کنن و باز میگردیم. این زنده یاد استاد شجریان. من نمیدونم دوستان من این نوار رو پیدا کردن یا نه، و این کلیپ رو من با براشون ایمیل کردم این رو، و خیلی تعجب میکنم که چطور این ایمیل پخش نشد. خیلی یعنی دستشون نرسید، این چیزو پیش میاد دیگه. به هر حال تلاش میکنم که تا پایان برنامه این رو پیدا کنم. ببخشید، برنامه زنده است و از این اتفاقات تو برنامه زنده زیاد میفته. بله، بریم به سراغ مطالب دیگری که امروز گذاشتم کنارش با تون صحبت. آقای سعید لیلاز به هر حال بعد از این مصاحبه که با آقای ظریف انجام داد، سر صداش رو یه ممنون خروجی رو شاخش بود.
اما صحبت جالبی کرده که چرا؟ چرا؟ در ایران روس‌ها به یاری نظام نمیان در حالی که قدم بهره بردن ولی در مقابل پای بشار ایستاد. خوش به دیر حرف باشم. از حاکمیت جمهوری اسلامی نه از روی ناداری، از روی علم، از روی آگاهی و نه از روی خیانت. من انقدر گستاخ نیستم که به سادگی هر کسی رو متهم به خیانت کنم. من میگم منافعشون، بر اساس منافعشون ایران رو به سمت تحریم سوق دادن در داخل. این وظیفه تاریخه، چون دستگاه امنیتی ظاهرا بنا ندارن توی این موضوع ورود کنن و اونها وارد نخواهد، ولی تاریخ این رو فراموش نخواهد کرد، رها هم نخواهد کرد. هر چقدر به ما بگید فتنه‌گر، تاریخ این موضوع رو رها نمی‌کنه که چه گروه‌هایی در داخل ایران بر اساس چه منافع اقتصادی ایران رو به سمت تحریم‌ها هل دادن و ایران رو به این مهلکه رو کشوندن. من میگم تحریمی که علیه ایران اتفاق افتاد جامع‌ترین، عمیق‌ترین، موفق‌ترین و پردامنه‌ترین تحریم تاریخ معاصر بود از دوران ناپلئون بناپارت تا الان. من میگم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در دوران نجات پرستی رو نتونستن اینجوری تحریم کنن. رژیم بشار اسد رو که همه غرب پشت تحریم میشن نتونستن. ببین فایده و اثر اقتصادی، خاصیت اقتصادی و ژئوپلیتیک سوریه، سوریه بشار اسد برای روسیه و چین یک بیستم ایران هم نیست. میدونید که حجم اقتصاد سوریه یکی از استانهای ایرانه. چرا روسیه و چین پای بشار اسد وامیستن، با ایران وانستدن؟ ما میدونید که ظرف 20 سال میزان مبادلات بازرگانی ایران و چین 200 برابر شد. این 200 برابر شدن به اندازه یک خردل، به اندازه یک حب قند توی مناسبات ژئوپلیتیکی چین و آمریکا اثر نداشت که چینیا طرف ایران بیستن. هر چقدر نامه رفت امضا کردن، چرا این چین علیه بشار اسد حاضر نیست کارو بکنه؟ به شما علت این که در اونجا بخش روشنی از حاکمیت دنبال کمک به تحریم نبود. ها میگن دوزه ریختن توی خونه ای، خانم آقای خوابیده بودن تو رخت خواب، آقای تفنگو گرگو این که میبینی تفنگ توشم پر از فشنگه، خانومه بغل آقای به دوزه میگفت تفنگش خرابه فشنگم نداره. ها اگر خانم خونه خطاب به راهزنها، خطاب به متجاوزین این حرفو بزنه، خب معلومه خونه غارت میشه، همه نوامیزش بکن. بله، غیر از من که یه مقدار راجع به پشت پرده نوار آقای ظریف صحبت کردم، ظاهرا کمتر در داخل ایران یا حتی در خارج کسی ریشیابی کرد. البته یه دوست ما متاسفانه بهش برخورد و گمان کرد و منظورم اوست که اون نبود. این لانه جاسوسی رژیم به اسم مرکز اسلامی جانورهای متعددی توش هستن، این جانورم یکی از اونا بود که ظاهرا اینجور ادعا میکرد که با آقای آشنام خیلی دوسته، در قم با هم حوزه‌ای بودن. باری اما آقای رامین الهام‌پرست سخنگوی اسبق وزارت خارجه، ایشون حرفای در باب چرایی و چگونگی فایل آقای ظریف عنوان کرده. بعد نیست اینو با هم بشنویم. دوباره جز فایل صوتی آقای ظریف که منتشر شد، ظاهراً همه وزرا و خیلی از رؤسا و افراد زینفوس توی دولت اینها هم باهاشون مصاحبه شده و هر لحظه ممکنه هر فایل صوتی از دیگری هم منتشر بشه. بله، اصلا این پروژه‌ای که قرار بوده به عنوان تاریخ شفاهی ضبط بشه و تجربهش در اختیار دیگران قرار داده بشه، یه مقدار احتیاط بیشتری باید میشد یا باید یه نظارت دقیق‌تری روش صورت می‌گرفت. چون وقتی شما می‌خواید تاریخ شفاهی رو ضبط بکنید، نگهداری بکنید، منظورتون اینه که خیلی از حرفایی که نمیتونید تو شرط عادی بزنید و اونجا بیان کنید، تجربیاتتون رو بگید، مشکلات رو بگید. خب تو شرایطی که هنوز دولت مستقره و تو خیلی از موضوعات مثل بحث‌های سیاست خارجی، مثل بحث برجام، ما مشغول مذاکرات بسیار حساسی قرار داریم و هستیم، چنین مصاحبه‌ای گرفتن خیلی ریسک بالایی داره و چون یه تیم گسترده‌ای درگیر این کار میشن، احتمال اینکه بالاخره
از طریق فردی یا جریانی بخواد این اطلاعات به بیرون درس پیدا بکنه وجود بالاست. به نظرم کار خطرناکی بود. گفت اون روزی که آدم بر سر قدرته فکر میکنه که این قدرت تموم میشه، هر که آمد عمارت نو ساخت یا ویران کرد دست و منزل به دیگری پرداخت. جنازم من این چرخه نیلوفری را پری روز و دیروز و امروز بالا. آقای احمدی نژاد یه روز چهار نعله بر اسب قدرت میتاز، روز دیگه فکر میکنه یه ذره حرفای مهربانانه نسبت به مقام معظم آقازاده و غیره بزنه نگرش میدن. نه، اما مقام معظم میخواد پاک کنه، هرچی احمدی نژاده از تن و روح و جسم و جان و کتاب و سایت و غیرش پاک کنه. اینه که بر آدمی که هرچی داشت در طبق اخلاص ریخ برای آقا خرج کرد اونجوری خدمتش میرسن، بعدم میگن آقا جونای در وزارت کشور این پاش اومد قلم کنید، یه دز اوباشو بذاریم پاش رسید اونجا خوردش کنید. این نقشه ایست که براش ریختن. رفقاشو بردن، تمام کسایی که نوکرش بودن دستشو میبوستن پاشو میبوستن، یه پولی بهشون دادن، یه وعده سفارت و مقام. حالا خیلی جالبه، جمهوری اسلامی در 145 کشور سفارت. الان ببینید، بهتون دارم ببینید چند تا از وزرا و معاونان کابینه آقای روحانی در این سفارت ها مشغول به کار میشه. بهترین کار همینه، وقتی طرف نمیتونه سفیر بشه، خب وزیر بوده نمیشه بکننش دبیر سوم، نه، یه مقام تشریفاتی، مشاور عالی سفارت ایران در بوگوتا. براتون چندین بار گفتم که توی کشور آفریقایی سفارت جمهوری اسلامی دیدم و بعدم یه آقای با پیژامه و عرقگیر با شلنگ داره ماشین بنز سفارت رو میشوره، یه آقای دیگه هم کف میزنه. حالا ما گفتیم با اون رفیقم گفتیم سر به سرش، رفیقم لبنانی بود، یه کنفرانس رفته بود، رفتم جلو سلام کردم به زبان فارسی و اون زبانم اینقدر تو تلویزیون را نیمد بودم دیگه همه بشناسم، دادم سلام عرض میکنم، بله من یک ایرانی هم، هموطن اینجا یک پروژه‌ای هست من اومدم بازدید کنم، شما رو کیدم واقعا خوش آم. خیلی مهربون بود بیچاره، معلوم بود تفلک شاگرد دو شخص ساز بوده، انقلابی شده اومده حالا سفیر شد. خود این آقای پیژامه و عرقگیر بتن سفیر بود، اون آقا برادر خانومش بود کنسول بود. بعدم اصرار کرد که خانم امروز قرمه سبزی پختن تشریف برید تو با دوستونم بیرم. گفت خیلی ممنون. خانمم اومد اونجا روسری سرش بود، سلام علیکم، خواهش میکنم بفرمایید. بعد دو تا بچه‌م اومدن که میخندیدن ما رو دیدن، همه اون چیزایی که آدم توی این جماعت میبینه. و هر روز اینم سفارت جمهوری ولایت فقیه بود. حالا سفارت متعدده و اینا رو تقسیم میکنن، این آدمایی که 4 سال 7 سال 8 سال وزیر بودن غیر با شرفشون مثل طیب نیا یا آقای شجاعی، اینای دیگه یه حقوق بهشون میدن، یه شغل، برو برای 4 سال بیرون تو ببینی بچه میشه. منتظر باشید که اسمایی در مقام کارکن و کارمند و سفیر حالا خواهید بارید. آقای احمدی نژاد روزگار تلخ فرو افتادن از عصر رو داره میگذرونه. تو خونه نارمکش یک میزی جلو در میذاشت که مردم بیان بشه سیر کنن. حالا مردم میترسن، فکر میکنن اگه برن با احمدی نژاد حرف بزنن فردا تخمرقشون کم میشه یا یه چیزی. بعدم خیلی میگه آقای مسخره خودش بود، تمام بلا رو او به سر ما. اما حالا ببینید راجع به انتخابات چه میگه. راحت میگه رسما میگه ما میخوایم انتخابات مهندسی کنیم، به یه ده میگیم نه، یا یه ده هم تهدید میکنیم نه، یا یه ده هم رد میکنیم، تش میمونه اونی که ما میخوایم. آقا اگر میخوایی فرد خاصی رو بیاری که بارها مردم بهش رأی ندادن، خب مردم رو بیاد بگید آقا ما هم نمیخوایم ملت، شما هیچ کاری دید. نه اینکه اونو بیارید به حساب ملت، به حساب ملت. جالبه میگن ما باید شرایط کاندیداها رو احراز کنیم. دوستان توجه دارن فرق بین تایید و احراز؟ یه اون شما میگه آقا این تایید است، یعنی نقطه ضعفی نه منفی ندارم.
مردم تشخیص یه موقع احراز میکنه، یعنی یه مهر میزنه میگه آقا این فرد توانایی های لازم برای اداره کشور را دارد. یه عده زیادی رو به همین حساب رد میکنن که احراز نشد، بعد طرف میاد خراب میکنه میگن ها مردم دیدی شما بعد انتخاب کردی، ما منظور اون نفر سومی بود، شما به دومی رفتید. به صراحت میگه آقا ما محصولمون رو تضمین نمیکنیم. خب بعد برای چی عده زیادی رو رد میکنه؟ پس برای چی احراز میکنه؟ پس نقشت چیه؟ میگه من همه جور نظرمو اعمال میکنم، عده رو قلقم میکنم، چهار تایی که خودم میخوام میذارم وسط، بعدم تضمین نمیکنم. خب بعد چه کاری اونجا؟ بعد برای چی این کارا رو میکنه؟ بذار مردم کاندید شن، هر کی میخواد کاندید شه، مردمم رأی میدن. آقا به خدا 85 میلیون از شما در 12 نفر بیشتر میفهمه. ما تضمین نمیکنیم. من تو به صورت تلویزیون میشه ما تضمین نمیکنیم. ما چیکار هستیم؟ بچه‌ها رو صفگیری میکنی، بچه‌ها رد میکنی. به چه حساب رد میکنی؟ این حقوق ملته. بعد خب دو تا اتفاق بیشتر نمیفته، یا مردم لج میکنن به اونی که مخالف اوناست یا مد نظر اونها نیست رأی میدن، یا شرکت نمیکنن. خب هر دو تاش مردم ضرر میکنه. کشور ضرر میکنه. همین انتخابات قبلی وقتی رفتن رأی دادن اکثر مردم رأی دادن که اون یکی رأی نیاره. بله اکثر مردم به آقای قالیباف رأی دادن. ببین احمدی نژاد با این موضع گیری خیلی روشنه. زده به سیم آخر. داره میگه این آقا به یکی میگه نرو، به یکی میگه نیا، به یکی میگه برو. این انتخابات نشد. خب احمدی نژاد عزیز با تو هم همین کار کردن، بعد یه اشتباه بزرگی کرد. رفتی با یه مزدور رژیم که حالا جیگولو بازی هم موهای گندم در میاره و از این عدا آدم، رفتی بی بی سی میابردش، بعد دیدن چی کار است ردش کردن. یه روز هم من و تو انداختنش بیرون. تو رفتی با یه آدم مصاحبه کردی، مزدور که تو ایران زیاده، خب با اونا مصاحبه کن. با این چرا میکنی؟ خیلی آدم بدنامیه، لطمه زدی به خودت. کاش میرفتی با اون عبد نیوز چی با اون مصاحبه میکردی. چی بود اینا؟ چی بگم خدایا؟ به هر حال احمدی نژاد قشنگ این رژیم رو دیگه احتیاج نیست که ما ها زیاد بگیم، قشنگ داره میگه آقا این انتخابات قلابیه راحت. حالا همین انتخابات قلابی اگر خودش رو تایید صلاحیت میکردن گفت به به چشا بهترین انتخاباته. آقا یک ذره رو راستی چیز خوبی، یک ذره صداقت از خود مایه گذاشتن. من تو این روزهای آینده تا اونجایی که فرصت بشه در باب انتخابات و نامزدها صحبت خواهم کرد. خیلی روشن تصمیم رو گرفتیم این بار، خیلی روشن و صریح من اعلام کردم به مردم که در انتخابات شرکت نکنم. دلیلش هم خیلی روشنه برای من، چون این بازی سید علی آقا خطرناکترین بازی شد. حالا به مرور در طول روزهای آینده راجبه صحبت می‌کنم. حضورتون عرض می‌کنم که حرف امجاد خیلی جالب بود برام که درباره مهندسی شدن انتخابات. خب برادر در اون زمانی هم که شما بودی مهندسی شد، تو خودت دیدی آقای مهندس موسوی چقدر از شما بیشتر رأی داشت، چه جور شما واقعا دردناک. بله تاج زاده در صحبتهایی که کرد یه هم اشاره کرد که بعد سپاه باید جایگاه خودشو داشته باشه و این معنا طبیعی شده که من سپاه رو سر جاش میشونم. علیرغم این که گفتن آقای تاجزاده رد صلاحیت بشه، ولی به هر حال گفته من میرم. حالا این کلیپ رو با هم ببینیم در مورد صحبتهای تاجزاده. به نظر شما اصلاح طلبا برای کمک به کشوندن مردم پای صندوق‌های حفظ ولایت فقیه تو این دوره با چه شعاری وارد میشن؟ همکنون با پدیده جدید و ساختار شکنانه ترین وعده انتخاباتی آشنا بشین. مصطفی تاجزاده: سپاه به پادگان‌ها برنگرده ایران ویران میشه، اومدم دولت پنهان رو سر جای خودش بشونم. اما آیا عمل به این ادعا تو جمهوری اسلامی امکان پذیره؟ اصل 113 میگه رئیس جمهوری مسئول اجرای قانونه، جز در اموری که
به رهبر مربوطه و اما اصل 110 اموری که در دست رهبر هست رو مشخص کرده. تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای اون، فرماندهی کل نیروهای مسلح، فرماندهی کل سپاه پاسداران، فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی و عزل ریاست جمهوری. پس قانوناً رئیس جمهور نمیتونه سیاست‌های نظام رو تغییر بده و نه قدرتی در سپاه داره. 24 سال فریب شعارهای اصلاح طلب‌ها رو خوردن بس نیست. اینجای کلیپ یه خود به نظر من بوداره. فریب اصلاح طلبا رو خوردن یا فریب کل نظام رو خوردن؟ فریب اصلاح طلبا یعنی اونوری ها خوب بودن، یعنی آدم خورا خوب بودن، بنابراین مردم خوب بود میرفتن به سید ابراهیم رئیسی رأی میدادن. تا چند هزار بیشتر آدم میکشت، تا جنایات بیشتری میکرد. شما رئیسی رو برید پروندهش رو بخونید. اولا دزد قهاریست این آدم. در همون مدت کوتاه 2 سالی که تو آستان قدس بود، خدا میدونه چند میلیارد دزدی. خودش، همسرش، خانواده‌اش، پدرزنش، اینا دزدان قهاری هستند. بعد جنایتکار هم مثلا آدم کش هم مثلا. شما هر عیبی برای آقای خاتمی بزنید نمیتونی بگه آدم کش بود. خاتمی آدم کش نبود. پرونده قطعی زنجیری رو باز گشاد. من خودم یکی کسایی بودم که اطلاعات گرفتم و 4 تا کتاب در آوردم در این مورد. سعید امامی رو فاش کردم. خاتمی بود. ولی آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی متاسفانه گفتن مصمالیش کنید، یکی رو از قاچاقچی‌ها بگیرید بگی اعتراف بکنید. ولی خاتمی ایستاد. خب شما اینو نمیتونید با حساب رئیسی بگید که آدم ها رو کشت. با رئیسی بگید که تو اتاق عملیات بود. فرق بگذاریم. با روحانی که بعد از 18 تیر اونجور اومد با وقاحت که باید همه اینا رو بکشه. این نوار دستتون رسید، امیدوارم. اگر رسیده من علاقمندم میرسی که پخش کنم. برای جمال عزیز گفتم که بفرسته برای تو، فکر میکنم برای پومن فرستاده شد باشه. به هر روی، در صحبتهایی که من همیشه میکنم، ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی رو این عنوان رو گذاشتم که بعد وزیر خارجه آمریکا گفتن این عنوان رو گرفت دیگه شکرفروش و بهش نسبت آقای در حال مرگم است. این آقای شکرفروش انگوش گذاشت روی پروژه نیشکر. خودش و دامادش و آقازاده میلیون ها میلیون بردن، میلیارد ها، و کارگرای بیچاره حقوقشون نمیدادن. چه مشکلاتی بود اون هفت تپه‌ای که شاه فقید با چه عظمتی دنبالش رفت و درست کرد. برادر جمشید چالنگی عزیز یکی از اشخاصی بود که اونجا اعتباری داشت، در پروژه شرکت داشت. اون وقت میگفت که چه خبر، چه اعمال برجسته‌ای در اونجا انجام داد. به هر روی کارگران شادی میکنن چون تتم خشکیده اونجا رو بهشون، یعنی به دولت پس دادن که کارگران بتونن نقشی در اون داشته باشه. ناصر ابوالمکارم شکرفروش، لعنت ابدی رو برای خودت خریدی. تو شاگرد مرحوم شریعت مداری بودی. ببین از شریعت مداری چطوری یاد میکنن و از تو چطور. ببینیم با هم این شادی کارگران. گفتن که بعضیا بدی کردن، ما میگیم که ما نگوییم بدو، میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم. اینو میخوام به اطلاع همه برسونیم که امروز اگر شکری هست، امروز اگر چرخ تولیده هفتپه داره میچرخه، این به واسطه کارگر با غیرت و با شرف هفتپه است که هفتپه رو متعلق به خود کار باشه. هر موقع بخواهم کار بکنیم با کسانی که اهل کارن میشه کار کرد. کارگرای عزیز، کارکنان عزیز، تبریک میگم. امیدوارم یک ذره احقاق حق از شما شده باشه. و قبل از بدرود یک ویدیو کلیپ کوتاه براتون پخش کنم. این جالبه. محسن هاشمی رو نذاشتن برای انتخابات انجمن شهر، بهش پیشاپیش گفتم اون رفت کنم. اما کرباسچی حرف دیگری داره، گوش بدیم. این رو
ما به نظر اون آقای محسن آقای هاشمی در مقام شهردار میتونست خیلی خدمت خوبی رو بکنه. آقایون به هر حال نظرشون نبود و رأی ندادن دیگه. حالا یه استدلال خیلی در واقع سبکی به نظر من میکردن که اگه ایشون بره یه نفر از اون جناح میاد توی شورای شهر. خب حالا این حالا یه نفر بیاد، حالا وقتی شما بله بله باز به فرموده آقا فرمود. حالا بیچاره بهش رنگ کردن گفتن رئیس انجمن باش، اما شهرداری متعلق به شهرداری متعلق به یه آدم وطن پرست سازنده به نام ملک مدنی نیست، به نام شما هست. حناچی هم که میاد بدبخت میگه برام پرستو فرسته. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، هر شم زیبایی سرنگ سیر خورشید نشان، هماره برافراشته باد ایرزان ریزاده، تا فردا همه شما رو به فروردگار عاشق می سپارم. فردا مهمان عزیزی هم دارم به نام دکتر ماشاءالله آجودانی که خیلی دوستش دارم.